پیروزی در عرصه اقتصاد و زندگی در تمام اینها شما تزکیه لازم دارید. از انحرافات، اسراف انحراف، تنبلی انحراف، یأس و ناامیدی انحراف، بیبندوباری انحراف، عیاشی انحراف، رفاه زدگی انحراف، سیاست زدگی انحراف، دعواهای صنفی انحراف. اینا شاخه های زائده، اینا علف هرزه های زندگی شماست. اینا رو برس کنید، وجودتون رو پیر کنید، پالایش کنید تا به فلاح برسید. شما کم از بذری نیستید که خاک را تونست کنار بزنه، یک بذری که جامد بود جان گرفت، شیره زمین رو گرفت، با خود زمین مبارزه کرد، آمد بالا، جوانه زد، آزاد شد، بعد هم کام شماها را این تقویت کرد، وجود شماها را تقویت کرد. شما چرا رویش نداشته باشید؟ شما هم نهال وجودتون رو مورد مراقبت قرار بدید تا به ثمر برسانید زندگی خودتون رو. ملتی که ریشه داره است، باغی است که درخت‌های کهن در این باغ کام بشریت را با حاصل خودش روشن می‌کند. این آیه ای رو که در اول عرایزم به خدمت شما عزیزان خودم و همه شنوندگان و بینندگانی که در جاهای مختلف دنیا می‌بینند خدمتتون قرائت کردم، آیه جالب و متناسب با بحث چند شبه ماست. خداوند متعال به پیغمبر خطاب میکند، انما انت منذر، تو رسالتت، نقشت، مأموریتت، مسئولیتت هشدار دادنه. زنگ خطر را به صدا در بیار، این افکار خفته را بیدار کن. مردمی که بردگی رو قبول کردن و زیر یوغ اربابان مشرک بت میپرستن، بت‌ها رو اونا ساختن و خودشون بت‌های خطرناکین، مردم رو به بردگی گرفتن، مردم رو استعمار میکنن، اجازه رشد به مردم نمیدهن. شما به مردم بگو شما هم انسانید، با او هیچ فرق ندارید. به چه مناسبت شما خودتون رو برای او آلت دست قرار دادی؟ تو چرا نتونی مالک بشی؟ تو چرا نتونی توسعه در زندگی داشته باشی؟ چرا ابو سفیان، ابو جهل، سران شرک، عده قلیلی این جامعه رو سوار بشه، سواری بکشه و اینها را در همه زمین ها اسیر خودش بکنه؟ این مشکل، مشکل خود شماست. چون شما خوابید اموالتون به تاراج رفته است. اما اگر گفتید لا اله الا الله، باز فلاحه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما لا اله الا الله بگویید تا به فلاح برسید، به پیروزی برسید. لا اله الا الله مال آزادی خواهان است، مال استقلال خواهان است، مال عزت طلب هاست. ذلت نپذیرید، فقط خداست که باید او را عبادت کنید. عبادت کاخ سفید، عبادت استعمارگران غربی مال این سران سلطان دست نشانده بدبخت کشورهای منطقه است، مال مسلمان نیست. مسلمان در برابر شرق و غرب سرش رو خم نمی کنه، کیانش رو از دست میده، اجازه رکود به جوانهاش نمیده، زمینه را برای شکوفایی استعداد جوانها باز میکنه. پیغمبر آمد، کاری که کرد جرأت داد. بلال بگوید لا اله الا الله، اگر فشار هم بهش بیارن، سنگهای سنگینی را هم روی شکمش قرار بدن، نفس زنان احد میگوید دست از مکتبش بر نمی دارد.
این استقامت در اثر بیداری بود. این بیداری صبر می طلبد. با صبر و بیداری انسان به پیروزی می رسه، زنجیر استعمار را، زنجیر استثمار را، زنجیر استبعاد را می تواند قیچی کند. فکرش آزاد بشه، دلش آزاد بشه، وجود و زندگیش آزاد بشه، خودش حرکت کنه، نه اینکه دیگران او را ببرند، خودش انتخاب کنه، خودش خوبی ها را استقبال بکنه. به اینجا که رسید، حالا مرحله بعدی، این مرحله اول مرحله انقلاب، مرحله قیام، مرحله بیداری، مرحله آغاز حرکت است. صبر لازم داره، این مرحله تولد، مرحله کودکیه. اما ملتی که بیدار شد، یک قدم جلو رفت و امکاناتی رو به دست آورد، دشمن حساس‌تر می شود. این است که در آیات کریمه آمده است: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. این هنر رهبری است. در مرحله بیداری صبر لازم است و در مرحله سازندگی شکر لازم است. نعمت را نگه داشتن، قدر نعمت را دانستن، سرمایه هایی رو به دست آوردید به قیمت خون شهیدانتون، این رو مراقبت کردن، این مرحله بعدی است که خداوند متعال به پیغمبر میگوید تو شأنت بیدارگری بود، ولی استمرار امامت و رهبری زیر پرچم علی قرار گرفتن مرحله سازندگی است. اگر بعد از مرحله انقلاب و به دست آوردن استقلال، اگر دشمنان با همه ترفندهایی که دارند نتونستن در برابر شما نفوذی بکنن، برای شما رهبر بدلی درست بکنن، شعارهاتون را عوض بکنن، شما را رشوه بدند و از جامعه جدا بکنن، اگر شما در اون مرحله اول پیروز شدید، حواستون جمع باشه در مرحله سازندگی هم یگانگی شما زیر یک پرچم باشه. لذا فرمود انما انت منذر، تو منذری ولی کل قوم هادن. تو هم رفتی، باید جامعه کسی رو که مثل تو رهبری میکند، همون پرچمی رو که تو داری به دست میگیرد، همون شعارهایی که تو میدی میدهد. اگر ملتی راه پیروزی را شناخت، عواملی رو که در پیروزی در حدوث هر چیزی مؤثر است، در بقایش هم همون مؤثر است. حکما گفتند که علت محدثه همان علت مبقیه است. اگر یه چیزی، عواملی باعث شد چیزی به وجود آمد، اون چیزی که با این عوامل به وجود اومده، اگر عواملش رو نگه دارید، میتونه خودش رو نگه دارید. لذا خوب شدن مشکله، ولی خوب ماندن مشکل تر است. انقلاب کردن مشکله، ولی انقلاب رو نگه داشتن، انقلابی ماندن مشکل تر است. این است که قرآن کریم استقامت را، مقاومت را جز تابلوهای عاقبت به خیری معرفی میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ملت ایران یک روزه به پیروزی نرسیدن. حضرت آقا ملت ایران را از 60 سال قبل میگویند قیام شروع شده است، ولی اونی که برای ما ملموس و محسوس و خود ما شاهد بودیم، از سال 41 انقلاب شد. چقدر زندانی ها، چقدر شکنجه ها، چقدر شهدا سال 57 تقدیم شد که در 57 روزی رسید. فلسطین هم قبل از ما انقلاب کرده، ولی هنوز به پیروزی چیه؟ علت ما
ما ولایت و ولی ما دارم در پیروزی ما یکی اساسی تنش محبری و نهاد ما باییم ما روشنگشتیم ما رهیم و ملت ما با اتحاد زیر پرچم اون ولایت قرار بودن همه بود همه او بودن بین خود و خدا همین جور بود او همه بود همم او بودن تمام دلها به او پیوند خورده بود دل او هم پیش همه بود این روحی که این پراکنده ها را به صورت یک واحد منسجم دارد که روح الله بود ولایت بود مسئله رهبری مسئله اتحاد و گوش کردن به پیام های رهبری و مسئله استقامت این سه زل و سه پایه است که ما را در پیروزی قطعی تثبیت کرد و 33 سال است که به فضل الهی ما رو به رشدیم و دشمنان قدار ما رو به ریزش هستند غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله